فقط اخبار، اقدام تازه ایالات متحده علیه چین در مورد هنگ کنگ، تلاش ترامپ برای بازگشایی مدارس در روز رکورد شکنی تعداد مبتلایان جدید، به هم ریختگی بازارهای سهام، رکورد شکنی طلا، افزایش ذخایر نفتی امریکا، انتظارات برای محرک های مالی جدید امریکا و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیز. امروز چهارشنبه 8 جولای 2020 برابر با 18 تیر ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: گزارش ها از هنگ کنگ نشان از ضرر HSBC است و نه دلار هنگ کنگ. ایالات متحده به دنبال راه‌های دیگری برای مجازات چین به دلیل نقض استقلال هنگ کنگ با قانون جدید امنیت ملی است که قدرت ارگان‌های امنیتی سرزمین اصلی را در مستعمره سابق انگلیس بسیار گسترش می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد که معاونان وزیر امور خارجه مایک پومپئو در حال یافتن راه‌هایی برای اتصال دلار هنگ کنگ به همتای امریکایی خود هستند. سهام HSBC هولدینگز در میان نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند دسترسی بانک‌های هنگ کنگ را به دلار محدود کند، بیشترین سقوط را در بیش از 2 ماه گذشته داشته است. HSBC بیش از 2/3 سود خود را از هنگ کنگ و مناطق مجاور کسب می کند. با این حال دلار هنگ کنگ پایدار بود و شاخص سهام هانگ سنگ 0.6% دیگر افزایش یافت، در حالی که سهام شانگهای نیز به روند صعودی روزهای اخیر ادامه داد، تا امروز نیز 1.75% دیگر کسب کند. موارد جدید مبتلا به ویروس در ایالات متحده به رکورد جدید رسیده است. ایالات متحده برای اولین بار بیش از 60,000 مورد جدید کووید 19 در یک روز را ثبت کرد که ایالت تگزاس بیش از 10,000 مورد از آنها را به خود اختصاص داده است. مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی گفت با توجه به شیوع ویروس نه تنها در ایالات متحده بلکه در کشورهای امریکای لاتین و هند تعجب آور نیست اگر تعداد مرگ و میر جهانی دوباره آغاز شود. سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه مجدداً بازگشایی رستوران‌های سرپوشیده را به تأخیر انداخت، در حالی که اوهایو استفاده از ماسک را در مناطق تحت پوشش همچنین کلیولند و سینسیناتی اجباری کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت که وی در پاییز به مدارس ابتدایی و متوسطه فشار می‌آورد که به فعالیت بازگردند، که در نتیجه اجازه بازگشت تعداد بیشتری از والدین به کارها را خواهد داد. دولت فدرال هنوز هیچ راهنمایی درباره نحوه اطمینان از بازگشایی مدارس صادر نکرده است. طلا به بالاترین سطح 9 ساله رسید. ترس از موج دوم همه‌گیری کرونا و انتظارات از سیاست‌های تسهیلی بانک‌های مرکزی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک کرده و برای اولین بار در طی 9 سال گذشته به بالای 1800 دلار افزایش یافت. طبق اعلام شورای جهانی طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در نیمه اول سال 2020 وارد 40 میلیارد دلار خالص شدند و فقط در ماه ژوئن 104 تن طلا به آنها اضافه شده است و دارایی‌های جهانی این فلز با ارزش به بالاترین حجم تاریخی آن، یعنی 3666 تن رسید.
عضو فدرال رزرو ریچارد کلاریا و رئیس بانک فدرال سان فرانسیسکو ماری دالی تأکید کردند که فدرال رزرو گزینه هایی برای افزایش محرک پولی در جلسات روز سه‌شنبه ارائه می دهد. در جای دیگر کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در مصاحبه ای اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا بعد از تقریبا دو برابر کردن برنامه خرید اوراق قرضه با محوریت همه‌گیری ویروس کرونا میتواند مدتی صبر کند. آمادگی بریتانیا برای اعلام محرک های بیشتر. انتظار می رود دولت بریتانیا اقدامات تحریک آمیز مالی بیشتری را در برنامه مینی بودجه اعلام کند. تدابیری که انتظار می رود اعلام شود شامل 3 میلیارد پوند برای بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی در خانه ها و دارایی های تجاری، 1.5 میلیارد برای حمایت از صنعت هنر و سرگرمی و 2 میلیارد پوند یارانه دستمزد برای جوانان است. همچنین گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مالیات معاملات مبادله‌ای که برای خرید خانه انجام می شود به منظور احیای بازار مسکن انگلستان تا مدتی به حالت تعلیق در خواهد آمد. این اعلامیه یک روز پس از آن صورت می گیرد که نخست وزیر بوریس جانسون به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که بریتانیا آمادگی پذیرش سناریوی خروج بدون توافق در مورد تجارت با اتحادیه اروپا را در پایان دوره انتقالی فعلی پس از برگزیت را در پایان سال دارد. در روز افزایش ذخایر نفتی اوضاع بازارهای سهام به هم ریخته است. همانطور که پیشتر اشاره شد بازارهای سهام شانگهای و هانگ سنگ امروز رشد داشتند در حالی که نیکی 225 ژاپن 0.8% کاهش داشت. در اروپا اما یوکی 0.5% از دست داد، داکس آلمان 2% و سی ای سی 40 فرانسه نیز 1.3% ضرر کردند. اما در امریکا و در ساعت اولیه ترس و احتیاط بر بازار حاکم است. داو جونز مسطح معامله می شود. S&P 500 0.2% رشد کرده و نزدک نیز 0.8% به دست آورده. امروز گزارش ذخایر نفتی امریکا نیز اعلام شد که نشان از 5.65 میلیون بشکه‌ای در میزان ذخایر نفتی داشت. در طی شب گذشته به وقت ایران نیز میزان تغییرات ذخایر بخش خصوصی امریکا اعلام شد که نشان از افزایش 2 میلیون بشکه‌ای داشت. این گزارش ها اما تغییر چندانی در قیمت نفت ایجاد نکرد و نفت همچنان در محدوده 40 دلار و 60 سنت و بدون تغییر در قیمت میانگین روزانه معامله می شود. نفت برنت نیز بدون تغییر در معدل قیمت روزانه و در 43 دلار معامله شد. دلار ضعیف‌ترین نمایش روز را داشت. بعد از چند روز روند صعودی امروز دلار امریکا با 0.3% کاهش به 96.55 واحد رسید، در حالی که یورو و لونیه دلار کانادا با 0.45% رشد بهترین عمل کرده روز را داشتند. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. امروز و از ابتدای روز ارزهای مجازی روند خوب و صعودی داشتند که دلیل خاصی هم برای آن نمیتوان در حال حاضر ذکر کرد. در بین مهمترین ارزهای مجازی امروز بیت کوین 1.5% رشد داشت، اتریوم 3% و ریپل 9% بهتر شد و لایت کوین نیز 4.4%. همانطور که مشاهده نمودید آخرین قیمت نمادهای مختلف نیز به صورت زیرنویس در اختیار شما قرار گرفت. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @پرسکیلز نیوز دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.